سرخط خبرها. سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران بدون اعلام قبلی. روحانی میگوید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین کم درآمدها تقسیم می‌شود. توافق احزاب سیاسی لبنان بر سر انتخاب نخست وزیر جدید. محمد صفدی به دنبال جلب اعتماد مجلس. اظهارات تازه رهبر ایران درباره اسرائیل. آیت الله خامنه‌ای میگوید محو اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. و رکوردی تازه از مخترع بریتانیایی با لباس پرنده. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. با اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از امروز سهمیه بندی بنزین در ایران آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد هم 3 برابر شده است. غیر منتظره بودن اعلام این خبر در حالی است که وزیر نفت پیشتر احتمال آغاز سهمیه بندی را تکذیب کرده بود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است و راهی است که دولت بتواند به اقشار کم درآمد کمک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ریحان مظاهری. اوایل بامداد روز جمعه تلویزیون دولتی ایران در خبری غیرمنتظره از سهمیه بندی و گران شدن قیمت بنزین خبر داد. بر اساس این خبر از صبح 24 آبان ماه قیمت بنزین آزاد 3 برابر یعنی 3000 تومان و قیمت بنزین سهمیه ای هم 500 تومان افزایش یافته. این تصویر از قیمت 3000 تومانی بنزین و بنزین الان دیگه آزادش 3 تومان شد. اعلام خبر سهمیه بندی بنزین تنها 3 روز بعد از این صحبت‌های وزیر نفت ایران در پاسخ به شایعاتی درباره احتمال سهمیه بندی بنزین بود. مردم نگران می‌کنه، هیچ نگرانی نداشته باشیم. ما هر وقتی که اگر دستوری به ما داده شد، ابلاغ شد، اون موقع به اطلاع مردم می‌رسونیم و باید همه تلاش بکنیم که اگر هر کاری میشه خیرش بیشتر به طبقات ضعیف جامعه برسه. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران گفته افزایش قیمت بنزین با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 3 قوه مقننه، مجریه و قضایی انجام گرفته. من شرکت ملی پخش فراورده نفتی هم شگفت زده شد. ما مجری هستیم و ما ساعت اطلاع پیدا کرد. خیال می‌کنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، در سال 1386 خورشیدی در دولت محمود احمدی نژاد هم کارت سوخت توزیع و سهمیه بندی در 2 مرحله انجام گرفت. تا اینکه در سال 1394 خورشیدی دولت روحانی قیمت بنزین را تک نرخی کرد و پرونده سهمیه بندی را بست. حسن روحانی در آن زمان گفته بود 2 نرخی بودن قیمت بنزین فسادآور است. دولت اما حالا میگوید قیمت بنزین در ایران باید به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود، یعنی هر لیتر حدود 5000 تومان. در بودجه سال 97 هم دولت حسن روحانی قصد داشت تا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما نگرانی‌ها از تورم ناشی از افزایش بهای سوخت سبب شد تا مجلس به این طرح رأی ندهد. حالا محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه این اقدام گفته درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت صرف حمایت‌های معیشتی و کمک به دهک‌های کم درآمد می‌شود. و سازمان برنامه و بودجه موظف شد که عیناً همه مبالغی رو که به حساب واریز میشه بین خانوارها به نسبه اونچه که الان برآورد شد از 1 نفر تا 5 نفره بین 55000 تا 205000 تومان هر ماه پرداخت بشه. مبارزه با فساد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته افزایش قیمت سوخت به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است و میتواند در حل مشکلات آنها مفید باشد. صحبت‌های حسن روحانی در حالی است که اوایل هفته گذشته گفته بود دولت برای تامین مخارجش به دلیل کاهش درآمد نفت با کسری جدید بودجه مواجه است. دولت حالا با توجیهاتی همچون توزیع درآمد ناشی از گران شدن بنزین بین فقرا و کمک به کاهش آلودگی هوا و کاهش تردد خودروهای تک‌سرنشین و یا جلوگیری از قاچاق سوخت سعی دارد این اقدام خود را توجیه کند. این در حالی است که منتقدانش میگویند با این کار تنها به دنبال راهی برای جبران کسری شدید بودجه امسالش است. ریحان مظاهری، BBC.
ساعتی پیش از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس درباره علت تصمیم ناگهانی برای سهمیه بندی و افزایش بهای بنزین در ایران پرسیدم. من برمیگردم به صحبت‌های سه روز پیش آقای روحانی در کرمان که ایشان گفتند که بودجه جاری کشور 450 هزار میلیارد تومانه، 150 هزار میلیارد تومانش از محل نفت ببخشید از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشه و 300 میلیارد هزار میلیارد تومانش ایشون گفتن که نمیدونن چجوری این مقدار رو تامین بکنن، چون درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده با توجه به تحریم ها. خب در این شرایط این زن پیدا میشه که هدف اصلی آقای روحانی این هست که به تدریج با افزایش قیمت حاملای انرژی و مقدم از همه بنزین یک مقداری با این کسری بودجه که خیلی هم شدید هست مبارزه بکنه. ولی خود در این حال آقای روحانی به خوبی میدونه که این تصمیم خیلی خیلی حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی رو برمی‌انگیزه و به همین دلیل هم مجبورن زمینه‌سازی بکنن برای اینکه بخشی از این افزایش قیمت رو منتقل بکنن به قول خودشون به طبقات کم درآمد که خیلی هم از قرار معلوم تعدادشون زیادشون. آقای روحانی گفته که 75% مردم زیر فشار هستند و در این زمینه به نظر من اغراق نمی کنه. چقدر این افزایش قیمت نشان دهنده اثرگذاری تحریم ها بر ایرانه؟ به مقدار خیلی زیاد. ببینین وقتی که صادرات نفتی ایران که با توجه به میعانات گازی هم در مجموع چیزی حدود 2,700,000 بشکه در روز بود قبل از بازگشت تحریم ها کاهش پیدا کرده از نظر نفت خام، در بهترین حالت با خوشبینانه ترین ارزیابی به حدود 400,000 یا 500,000 بشکه در روز. در واقع وضعیت ایران از محل درآمدهای نفتی به شدت که منبع اصلی تامین بودجه است به شدت زیر فشاره و به همین علت هست که آقای روحانی مجبوره، به خصوص ما حدود 15 آذر ماه کمتر از یک ماه دیگه آقای روحانی باید بودجه سال 99 رو به پارلمان ایران عرضه بکنه و معلوم نیست که در این شرایط اصلا اصولا برای این بودجه چه مقدار باید تامین بشه از محل‌های مختلف. به همین علته که یکی از راه‌های پیشنهاد شده همین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین بوده، منتها از لحاظ اقتصادی این یک منطقی است که کاملا قابل پذیرش است، از لحاظ سیاسی و اجتماعی مسئله بسیار بسیار داغ و هیجان انگیز و حتی به نوعی میشه گفت خطرناک. فریدون خاوند بود اقتصاددان. اینجا در استودیو همکارم فرین تقی‌زاده هم واکنش مردم رو دنبال کردی فرین در شبکه‌های اجتماعی و اینکه دارن از تاثیرش بر زندگی خودشون صحبت میکنن. بله، کم کم از شوک خبری که فاصله میگیرن مخاطبان شروع میکنن از اینکه خبرها چه تأثیری بر زندگی خودشون یا اطرافیانشون میذاره معمولا میگن که الان هم دوباره این اتفاق میفته. در مورد اینکه بنزین گران شده تاثیرش بر هزینه های رفت و آمدشون چطور هستش بسیار نوشتن، چه اونهایی که خودش چون تاکسی دارن مثلا حتی برای ما پیام فرستادن یا روی شبکه‌های اجتماعی نوشتن یا حتی خبرهای در مورد بالا نرفتن قیمت کرایه تاکسی ها منتشر شده بود، شماره های مثلا تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اگر دیدین که هزینه تاکسی بالا رفته به این شماره ها گزارش بدین. همین باعث شده که هم مخالفانی داشته باشه این قضیه هم موافقان. راننده تاکسی مثلا یکی به ما مسیج داده، پیام داده، گفته که من این مسافرکشم، روزانه 25 لیتر بنزین مصرف میکنم، با این کرایه‌ای که پایین هستش و افزایش بنزین دیگه باید بیکار بشم یا برم یه کار دومی پیدا کنم برای خودم یا حتی یه کار قاچاقی انجام بدم به خاطر اینکه هزینه هامو بتونم تامین کنم. یعنی میگه که انقدر شرایط برای من مسافرکش سخت خواهد شد. یکی دیگه مثلا گفته من معلمم، در یک روستایی کار میکنم، استخدام پیمانی ام، برای رفت و آمدش گفته که هفته 70 لیتر بنزین نیاز داره و گفته که حقوقم هم 1,600,000 تومانه. گفته الان برای هزینه بنزین بعد حدود ماهانه 900 هزار تومان پول بنزین بدم و برام فقط ماهی 700 هزار تومان میمونه. با آقای روحانی صحبت کرده در پیامش که برای ما فرستاده، گفته که آقای روحانی ما مردم مقصر آلودگی هوا و کسر بودجه نیستیم، نمیدونه اون هم باید چیکار کنه. یه سری دیگه دارن مقایسه میکنن قیمت بنزین رو با مواد دیگه یا مواد مصرفی دیگه که حتی به نظرشون ممکنه خیلی پایین بیاد ولی از افزایش قیمت اونها دارن صحبت میکنن. شهرام مثلا برای ما نوشته که بطری نوشابه خانه
خانوادگی 1 لیتر و 200 میلی‌لیتری شده 10,000 تومان. و باز یه سریه که دارن قیمت هر لیتر بنزین رو با آب مقایسه میکنن که باز تو شبکه‌های اجتماعی میگن این مقایسه درستی نیستش. آب آشامیدنی، آب معدنی هایی که به صورت بطری هستش در بسیاری از کشورها قیمتشون بیشتر از قیمت بنزین هستش. گفتن که بهتره که با چیزهای دیگه بخوان، اگه مقایسه اقتصادی انجام بدین با چیزهای دیگه باشه. ترانه بنی یعقوب اومده روی توییتر خودش گفته که خواهرم فرهنگیه، تجربه 28 سال کار در آموزش پرورش داره، محل کارش کرج، هفته 70,000 تومان پول بنزین میداد، با افزایش قیمت بنزین هفته 210,000 تومان باید بپردازه، یعنی ماهانه 840,000 تومان و حقوق ماهیانش مگه چقدر؟ ماهی فقط 3 میلیون تومانه. در مورد کارت‌های سوختی که الان به صورت جعلی هم ممکنه که در بازار بیاد خیلی هشدار دادن، در مورد اینم دارن صحبت میکنن. ما بسیاری پیام‌های صوتی و تصویری هم گرفتیم، چند تا از اونها با هم دیگه ببینیم. بنزین 3,000 تومان، قشر متوسط به پایین بیشترین ضرر رو از افزایش قیمت بنزین میکنن، چون که در کنار شغل ثابتشون مسافرکشی میکنن، در اسنپ و تپسی و جای دیگه هم کار میکنن و افزایش قیمت سوخت باعث میشه که اکثر درآمدی که در میارن و خرج پول سوخت و بنزین و اینا بکنن. سلام، من از رانندگان اسنپ هستم، استان همدان. با این نرخی که سهمی بندی بنزینی که انجام شده و این قیمت بنزینی که 3,000 تومان هست اصلا برای ما نمیصرفه و ما دقیقا از امروز هیچ کدومون کار نکردیم و واقعا نمیدونم چه آینده در انتظارمونه. شاید همون اسنپ رو ترک کنیم و بیکار باشیم. سلام، جابر هستم، کارمندم. از یه رفت آمدم به محل کارم از خونه رشت تا آستانه که محل کارمه روزانه حدود 17 تومن میشد قبل از گرونی بنزین. احتمالاً بعد از این گرونی خب کرایه هم به تبش بالا میره. ایوب زوابی هم که از طرف اداره میده ماهی 80 تومن. نمیدونم با حقوق 2 تومن چطوری باید سر بکنم. اما در میان مدت باعث میشه که رانت و سوبسید میلیارد دلاری که هر ساله سوخت میشه و به هدر میره به دست اقشار ضعیف و کم درآمد برسه و باعث پیشرفت و توسعه کشور بشه. کدوم گرونی تا الان مشکلی رو از مردم حل کرده؟ هر گرونی 10 برابر مشکل مردم رو بیشتر کرده. در ضمن کدوم رانتی با گرونی حل میشه؟ الان که همه رانتا وصل به خود ساختار و خود سیستم که 40 سال ما داریم میبینیم که قشر کم درآمد و ضعیف جامعه روز به روز دارن ضعیفتر میشن. در واقع کار درست دولت روحانی بود. انرژی هایی که هست بسیار بسیار قیمت پایینی داره و همین این باعث میشه که مصرف بی‌رویه انرژی تو کشور ما واقعا وحشتناک باشه. این بحثی که دارن میگن کرایه افزایش بدن قیمت ها نمیره بالا همش دروغه، فقط برای اینکه آتش مردم رو خاموش کنن. از یک ماه بعد ما دوباره داریم میبینیم، خواهیم دید که چجوری قیمت ها سر به فلک میکشه. بنزین هم شد 3,000 تومان، اگه بریم شاکی بشیم و شعار بدیم ما رو بازداشت میکنن، پس باید تحمل کنیم. احزاب اصلی لبنان بر سر جانشین سعد حریری برای سمت نخست وزیری به توافق رسیدند. جبران بسیل وزیر خارجه لبنان با تایید این خبر گفته محمد صفدی سیاستمدار کهنه‌کار و نماینده مجلس پذیرفته که این سمت را بر عهده بگیرد. گفته شد آقای صفدی نامزدی است که هم حزب الله لبنان با نخست وزیری او موافق است و هم حزب مستقبل به رهبری سعد حریری. وزیر خارجه لبنان گفته روند رسمی انتخاب آقای صفدی روز دوشنبه آغاز خواهد شد و او در همان روز دولت جدید را تشکیل خواهد داد. با این حال از همان لحظه اعلام این خبر معترضان لبنانی که حالا 1 ماه از شروع تظاهراتشان می‌گذرد با این انتخاب مخالفت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نفیسه کوهنورد. این آتشی است که با اعلام غیررسمی نام نامزد نخست وزیری جدید لبنان به پا شده. معترضان لبنانی با بستن خیابان‌ها و بعضی راه‌های خروجی بیروت به استقبال او رفتند. نام رئیس دولت احتمالی نیمه شب گذشته و بعد از توافق نماینده دو حزب شیعه حزب الله و جنبش عمل با حزب مستقبل به رهبری سعد حریری نخست وزیری مستعفی لبنان مطرح شد. این مرد محمد صفدی بازرگان و سیاستمدار 75 ساله سنی اهل طرابلس لبنان. او در سالیان گذشته مسئولیت چندین وزارتخانه را به عهده داشته و از سال 2000 نماینده مجلس بوده.
آقای صفدی از خانواده متمول است و همزمان با جنگ داخلی لبنان در عربستان سعودی سرمایه گذاری هایش را آغاز کرد. او رابطه نزدیکی با خاندان سعود دارد. اما از نگاه بعضی در لبنان، کارنامه آقای صفدی هم با فساد اقتصادی و سیاسی گره خورده. برای معترضانی که میگویند از چهره های تکراری خسته شدند و خواهان تغییری اساسی در ساختار حکومت کشورشان هستند، انتخاب آقای صفدی ادامه همان حال امروز و دیروز لبنان است. اگه محمد صفدی به کشور خدمت نکنه، اون یا کس دیگه جایی اینجا نخواهد داشت. حتی اگه پدرم هم از قبر بلند شه و بیاد، نظرم همینه. کسی رو که به کشور خدمت نکرده قبول نمی کنیم. دیگه بسه. ما دولتی میخوایم که از نظام فعلی سیاسی متفاوت باشه. حتی اگه چند تا خوب هم بینشون پیدا شه، اونا هم تو این ساختار فاسد میشن. اونا باید بفهمن که مردم یک دولت پاک و صالح میخوان که خواسته های این انقلاب رو منعکس کنه. یک ماه است که خیابان‌های لبنان و به خصوص بیروت پایتخت این کشور شاهد تظاهرات علیه ساختار کنونی دولت و فساد اقتصادی است. اعتراض‌هایی که با اعمال مالیات بر واتساپ شروع شد و به جنبشی که حالا لبنانی‌ها آن را انقلاب می‌خوانند انجامید. انقلابی که می‌گویند برایش خون دادند. وقتی سران احزاب احتمالاً مشغول رایزنی بر سر رئیس جدید دولت بودند، تظاهر کننده ها در مراسم یادبودی برای کشته شده هایشان در این اعتراض ها گرد هم آمده بودند. حال و هوای دیشب و امروز کوچه و خیابان های لبنان هم نشان می دهد که آمدن کسی مثل آقای صفدی معترضان را به این زودی ها به خانه بر نخواهد گرداند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. و نفیسه همچنان اینجا در استودیو با ماست. یکی از نشانه هایی هم که به نظر میرسه وجود داره اینه که آقای صفدی با عربستان رابطه نزدیکی داره. چطور حزب الله با چنین گزینه موافقت میکنه نفیسه؟ اول اینکه به هر حال الان لبنان با یک بحران مواجهه و آقای سعد حریری چند هفته پیش بعد از اینکه تظاهرات شروع شد از نخست وزیری کناره گیری کرد و گفتش که حاضر نیست ادامه بده، که به نوعی با تایید حزب الله هم مواجه بود این استعفا. اما جالبه که با اینکه آقای صفدی سرمایه گذاری عظیمی در عربستان سعودی داره و حتی در نامش در بخشی از قراردادهای اسلحه بین عربستان سعودی و بریتانیا هم دیده میشه به عنوان نماینده عربستان سعودی، در کنارش از سال 2011 به جای اینکه با گروه 14 مارس به رهبری سعد حریری باشه، بیشتر به گروه 8 مارس به رهبری حزب الله نزدیک شد، بر سر اینکه چه کسی نخست وزیر بشه و در نهایت نماینده مطلوب حزب الله نجیب میقاتی رو ازش حمایت کرد و به نوعی از حزب آقای سعد حریری فاصله گرفت، از اون گروه فاصله گرفت. برای همین هم خیلی ها میگن که این مطلوب ترین فرد برای حزب الله میتونه باشه در شرایط کنونی. اما از طرف دیگه به هر حال میدونیم که در داخل خود این گروه ها هم بحث برای سر این بود که دیگه گزینه خاصی ندارن. در صورت نخست وزیری چالش هایی که پیش روی آقای صفدی خواهد بود چیه؟ خیلی بحران عظیمی باهاش مواجهه. لبنان الان با بزرگترین بحران اقتصادی چندین سال اخیرش مواجهه. از طرف دیگه نخست وزیری که بیاد سر کار باید بتونه که از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای غربی بتونه کمک‌های مالی دریافت بکنه، یا از کشورهای منطقه به خصوص کشورهای خلیج فارس بتونه کمک مالی دریافت بکنه با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا بر روی حزب الله گذاشته. حزب الله بخشی از این دولت هست، بخشی از دولت لبنان هست و با این چالش ها مواجهه. در کنارش با تظاهر کننده های مواجهه که میگن حاضر نیستن که برگردن خونه برای اینکه چهره های جدید میخوان و حالا منتظرن ببینن که اگر این آقای صفدی بشه نخست وزیر چه وزرای جدیدی رو مطرح خواهد کرد. اما مسئله شون خود آقای صفدی هم هست که به هر حال سالیان سال در کارنامش
حضور در دولت بوده و این چیزیه که معترض ها میگن دیگه از اون خسته شدن. متشکرم استان حفیظه کوهنورد اینجا در استودیو با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از امروز سهمیه بندی بنزین در ایران آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد هم 3 برابر شده. احزاب اصلی لبنان بر سر نامزد پست نخست وزیر به توافق رسیدند. وزیر خارجه لبنان با تایید این خبر گفته محمد صفدی، سیاستمدار کهنه‌کار و نماینده مجلس، پذیرفته این سمت را بر عهده بگیرد. در ادامه برنامه، رکورد تازه مخترع بریتانیایی در پرواز با لباس پرنده. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران محو اسرائیل را به معنای محو یهودیان این کشور ندانسته و گفته جمهوری اسلامی یهود ستیز نیست. آقای خامنه ای این حرفا را امروز در جمع مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی بیان کرده. محو اسرائیل از صفحه روزگار از سخنان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است و در سالهای پس از انقلاب این جمله به کرات از زبان مقام های جمهوری اسلامی بیان شده. آقای خامنه ای در سخنان امروز خود گفته دشمنان ایران سخنان آقای خمینی و سایر مقام‌ها درباره محو اسرائیل را تحریف کردند. رر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است. دشمنان این را بد معنا می‌کنند. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست. ما با اونا کاری نداریم. محو اون حکومت است. محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینند، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی، خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنند. این اتفاق خواهد افتاد. ما طرفدار مردم فلسطین هستیم، ما طرفدار استقلال فلسطینیم، ما طرفدار نجات فلسطینیم، ما یهود ستیز نیستیم. برای صحبت بیشتر در این باره رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، فکر میکنید که صحبتهایی که آقای خامنه‌ای میکنه به معنای به نوعی تلطیف صحبتهای قبلی نظام جمهوری اسلامی در مورد محو اسرائیل هست؟ با سلام، نه، به هیچ وجه تلطیفی صورت نگرفته. آقای خامنه‌ای همون بحث‌های همیشگی و کلیشه‌گیش رو تکرار کرده که محو باید اسرائیل محو شود. البته توضیح میده که منظور ما یهود ستیزی نیست، که خوب از ابتدای انقلاب هم شعار محو اسرائیل بود. ولی آقای خامنه‌ای عادت کرده که یک طرفه حرف بزنه، هیچ خبرنگاری حاضر نیست با هیچ رسانه داخلی و بین المللی چالشی بحث بکنه. مرغش یه پا داره، ایشون حاضر نیست تغییر نظر بده، نظرش رو مورد ارزیابی مجدد قرار بده یا عملا ببینه که این سیاست به چه دستاوردی رسیده. همین امروز هم سفرهای کشورهای اسلامی رو در واقع به نوعی دعوت میکنه که همه باید متحد علیه اسرائیل باشه. خب آقای خامنه‌ای مگر نمیبینه که سیاستهای ایشون مهمترین عاملی است که در منطقه باعث شده که همین کشورها به اسرائیل که یاغی ترین البته عضو سازمان ملل هست نزدیک بشن؟ یا در همین سخنانی از نفوذ جمهوری اسلامی در بین مردم منطقه یاد کرده؟ آیا آقای خامنه‌ای نمیتونه کسی باش چالش بکنه که اعتراضات مردم منطقه رو علیه خودش نمیبینه؟ همین دیروز مسابقه‌ای که بین ایران و عراق بود، واقعا عراقی‌ها از دقیقه این اول تا 90 میدویدن، گویی تیم ایران در جام جهانی فرانسه داره علیه آمریکا مسابقه میده و بعدش هم چه جشنی میگیرن. خب اینها مثل یک خبرنگاری باشه چشم آقای خامنه‌ای رو به این حقایق باز بکنه.
آقای علیجانی، موضوع اینه هست که آیت الله خامنه‌ای به وضوح اینجا صحبت میکنه، میگه که منظور ما وقتی از محو اسرائیل صحبت میکنیم محو دولت و حکومت هست و ما با مردم یهودی اسرائیل مشکلی نداریم. مردم یهودی اسرائیل مردم اسرائیل هستن، شهروندان اسرائیل هستن و این دو رو متمایز میکنه آیت الله خامنه‌ای با هم. از ابتدای انقلاب هم این تمایز وجود داشته، حتی دین یهودی که از ادیان رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در متن قرآن یهودیان جزء اهل کتاب هستند، هرچند در بین حوزویان سنتی گاهی اوقات ادبیاتی کلی علیه یهودیان مشاهده میشه، ولی هیچگاه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی این مسئله نبوده. یعنی شعار آقای خامنه‌ای همون شعار محو اسرائیل است که امروز هم همون رو میگه، سعی میکنه فرمول بندی به اصطلاح تکراری و کلیشه‌ایش رو بگه، در حالی که سیاست‌هایشون تو منطقه درست نتیجه عکس داشته. ایشون از بشار اسد، از خانه حبس حکومت خونریز و فاسد اسد حمایت کرده، یعنی دعوای اسرائیلی فلسطینی رو دعوای بین مسلمان‌ها کرده. فلسطینی‌ها که در برخی از اردوگاه‌های لبنان توسط همین خاندان اسد قتل عام شدن، ضرب المثلی دارن که میگن شیر در لبنان، موش در جولان. یعنی آقای خامنه‌ای سیاستش سیاست دفاع از موش در جولان، شیر در لبنان علیه فلسطینی‌ها بوده. آقای خامنه‌ای از خود فلسطینی‌ها جلو زده و پشت، به جای اینکه پشت دولت مردها، پشت جناح سیاسی فلسطینی عمل کنه، داره جلوتر از اونها حرکت می‌کنه. آقای خامنه‌ای در منطقه دخالت داره میکنه به جای حمایت. مداخله گری های آقای خامنه‌ای در کنار مداخله گری های قدرت های جهانی و دیگر قدرت های منطقه‌ای است که ایران رو به این وضع رسونده و شعارهای آقای خامنه‌ای رو در بنبست کشونده. امروز تظاهرات مردم عراق، مردم لبنان، مسابقه دیروزی که ایران و عراق داشت، نمونه های از این شکستی که آقای خامنه‌ای در یک روایت یک طرفه حاضر نیست به این حقایق اعتراف بکنه و دود و هزینه اون رو ملت ایران دارن میپرد. ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. تا دقایق دیگر در دومین روز از جلسات تحقیق علنی درباره استیضاح رئیس جمهوری آمریکا، سفیر پیشین این کشور در اوکراین شهادت خواهد داد. ماری ایوانوویچ به خواسته دونالد ترامپ از کار برکنار شد. گفته می شود او به دلیل گفته‌های اطرافیان آقای ترامپ برکنار شده است. کنگره آمریکا در حال تحقیق درباره این است که ببیند آیا آقای ترامپ منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح داده یا نه. آقای ترامپ متهم شده ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین را منوط به دریافت کمک انتخاباتی از اوکراین کرده است. یک مخترع بریتانیایی که خود را جتمن مینامد، رکورد خودش را در سریع ترین پرواز با لباس پرنده شکست. ریچارد براونینگ با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت در ساحل برایتون از شهرهای جنوبی انگلستان پرواز کرد. ایان پالمر گزارش می‌دهد. از زمین بلند شد، اما آیا می‌تواند رکورد جهانی پرواز با لباس پرواز را بشکند؟ اونقدر بلند فریاد زدم که با وجود سر صدای موتور جت هم صدام شنیده شد. اونقدر هیجان زده بودم که نگو. وقتی پرواز میکنی احساس آزادی رو داری که با هیچی قابل مقایسه نیست. فوق العاده عالیه. براونینگ برای بار دوم پروازش رو امتحان میکنه. آیا میتونه سریع تر بره؟ این مخترع بریتانیایی نه تنها سریع تر رفت، بلکه رکورد جهانی خودش را هم شکست. سرعتی بیش از 130 کیلومتر بر ساعت. اولش همینطوری شروع شد. الانم هم نمیتونم باهاش بچه‌ها رو ببرم مدرسه. ولی میتونه انگیزه برای کار بیشتر باشه. همین حالا هم انگیزه ایجاد کرده. این دانش آموزان از نورث همپتون شایر برای دیدن این تجربه فوق‌العاده به اینجا آمدند. فرصت فوق‌العاده‌ای، هر روز نمیشه چنین پروازی رو دید. هممون به صنایع هوایی علاقه داریم، اما این یه چیز متفاوته. خیلی جالبه که یه نفر با یه لباس به هوا بلند بشه و بره روی دریا. بیش از 650 هزار نفر در سراسر جهان در روز جهانی رکورد گینس شرکت می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام از آنها قوه تخیلی مثل این مخترع بریتانیایی داشته باشند. Ian Palmer, BBC South East Today, Brighton.
میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.